تعویض اجباری دلافوئنته طلایی شد. دنی اولمو کارو برای اسپانیا در آورد. بازی جذاب آلمان و اسپانیا از همون ابتدا به جای جذاب و هیجان انگیز خشن آغاز شد. دقیقه 4 خطای وحشتناک تونی کروس روی پدری که پدری در ادامه مصدوم شد و از بازی به بیرون رفت و دنی اولمو به جاش به زمین بازی اومد. در ادامه بازی دقیقه 15 ضربه کاشته به نفع اسپانیا اعلام شد. یامال این ضربه کاشته رو خطرناک زد که با اختلاف کم از کنار دروازه نویر و آلمان به بیرون رفت. در ادامه دقیقه 21 نوبت به حمله آلمان رسید. ارسال یوشیا کیمیش روی دروازه و ضربه سر کای هاورت که اونای سیمون توپ رو خیلی راحت مهار کرد و دروازه اسپانیا رو بسته نگه داشت. در ادامه بازی در دقیقه 35 با پاس بلند عالی رودیگر موقعیت برای هاورت فراهم شد. کنترلش خوب بود اما ضربهش خیلی خوب نبود و جون چندانی نداشت و سیمون خیلی خوب و راحت توپ رو مهار کرد و نیمه اول با نتیجه 0-0 تموم شد. با شروع نیمه دوم اسپانیا کارو خیلی خوب و هجومی آغاز کرد و بلافاصله موقعیت ساخت. در دقیقه 47 این بازی حمله همیجانبه اسپانیا پاس در عرض لامین یامال برای استفاده آلوارو موراتا و موراتا در اون محوطه چرخید و ضربش رو اصلا خوب نزد و این موقعیت عالی رو از دست داد، اما در ادامه خیلی زود اسپانیا به گل رسید. در دقیقه 51 روی حمله همیجانبه اسپانیا با پاس کاتسبک لامین یامال موقعیت شوت زنی برای دنی اولمو فراهم شد و دنی اولمو با ضربه پای راست زمینی خودش دیدنی دروازه نویر آلمان رو باز کرد و حساب کار رو 1-0 به نفع اسپانیا کرد. تعویض اجباری که طلایی شد و این گل رو به ثمر رسوند. در ادامه آلمان حمله میکرد تا بتونه در خاک خودش این نتیجه باختر رو به تساوی بکشونه. دقیقه 70 پاس فولکروک پشت محوطه جریمه و ضربه آندریش که اونای سیمون توپ رو عالی گرفت و نذاشت دروازه اسپانیا باز بشه. در ادامه تیرک دروازه اسپانیا هم به لرزه در اومد. در دقیقه 77 حرکت عالی ویرتز از سمت راست، پاس کاتاکش در محوطه جریمه و ضربه خطرناک فولکروک که توپش به تیرک خورد و در برگشت هم موقعیت برای آلمان فراهم نشد. در ادامه روی اشتباه عجیب اونای سیمون که توپ رو تقدیم آلمانی ها کرد، های هاورتس میتونست به گل برسه اما ضربه چیپش با اختلاف کم از بالای دروازه اسپانیا به بیرون رفت. هاورتس دروازه خالی رو نتونست گل کنه تا اینکه دقیقه 89 گل تساوی آلمان به ثمر رسید. ارسال میتلشتاد روی دروازه، اثرگذاری عالی کیمیش و گل فلوریان ویرتز که این چنین به ثمر رسید و آلمانی ها رو به هوا فرستاد. در دقیقه آخر فلوریان ویرتز قهرمان جرمن ها لقب گرفت و بازی رو به وقت های اضافه برد. در نهایت هم 1-1 شد بازی و گفتم رفت وقت های اضافه. در وقت های اضافه خیلی بازی جذابی رو شاهد نبودیم و موقعیت های خاصی رو شاهدش نبودیم تا اینکه اولین موقعیت جدی در دقیقه 104 برای اسپانیا شکل گرفت. شوت خطرناک اویارزابال از پشت محوطه جریمه زده شد اما توپش با اختلاف کم از کنار دروازه نویر به بیرون رفت. جواب این شوت اسپانیا رو خیلی زود آلمان با شوت فلوریان ویرتز داد. زده حمله آلمان پاس در عرض مولر و شوت فلوریان ویرتز که اون هم ضربش با اختلاف کم از کنار دروازه اسپانیا به بیرون رفت و بازی رفت به تایم دوم وقت اضافه. اما در تایم دوم وقت اضافه دقیقه 117 آلمان میتونست به گل برسه اما باز هم اونای سیمون اونها رو ناکام گذاشت. ارسال کیمیش و ضربه سر عالی فولکروک که باز هم سیمون عالی توپ رو گرفت و اسپانیا رو نجات داد تا 2 دقیقه بعد گل پیروزی بخش اسپانیا به ثمر برسه. تعویض طلایی دلافوئنته یعنی دنی اولمو سانترش رو روی دروازه انجام داد و اون یکی تعویض آقای دلافوئنته یعنی میکل مرینو توپش رو دور از دستای مانوئل نویر به تور دروازه آلمان چسبوند و حساب کار رو 2-1 برای لاروخا کرد. در ادامه اونها میتونستن به گل برسن روی زده حمله تورس اما ضربش اصلا خوب نبود و دقیقه 123 روی ارسال مولر ضربه سر خطرناک فولکروک با اختلاف اندک از کنار دروازه اسپانیا به بیرون رفت. در ادامه بازی هم دنی کارواخال از اسپانیا اخراج شد و در نهایت اسپانیا تونست در شبی که بسیار خوب بازی کردن و اگر اون 20 دقیقه آخر بازی که کاملا تدافعی بودن و یکی دو موقعیت به آلمان دادن رو فاکتور بگیریم اسپانیا واقعا یه بهتر زمین بود و تا
تونست خیلی خوب مقابل آلمان میزبان ظاهر بشه و تیم دلافوئنته شایسته مرحله نیمه نهایی یورو صعود کرد. تیمی که خیلی ها اصلا تصوری برای مدعی بودنش نداشتن تا اینجای مسابقات میشه گفت بهترین تیم بوده و بسیار خوب بازی کرده. دنی اولمو هم بهترین بازیکن زمین شد، یک گل زد، یک پاس گل داد. چقدر خوب بود، چقدر اونای سیمون خوب بود و کلن تیم ملی اسپانیا واقعا بازی بسیار با کیفیتی ارائه دادن و از اون سمت آلمان خیلی نتونست مقابل اسپانیا قد علم کنه و ژرمن‌ها در بد جایی به بد حریفی خوردن و در خاک خودشون خیلی زود از یورو حذف شدن. در نهایت خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این بازی و این ویدیو لذت برده باشید و تبریک میگم به همه شما که طرفدار تیم ملی اسپانیا هستید. در نهایت لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید و ما رو حتما دنبال کنید. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.